وسوسه، تخلف، سندسازی، عدم صداقت، خیانت، محکومیت و محرومیت. اینها تعابیری تکان دهنده از تازه ترین پرونده ایه که باز هم فوتبال ما رو رسوا کرده. این بار حتی نمیشه محکومیت رو به گردن مدیران سابق انداخت. این دفعه تخلف و محرومیت هر دو در دوره یک مدیر اتفاق افتاده تا دیگه جای هیچ دفاعی باقی نمونه. اما مگه اشتباهات آقای مدیر و آقای گل چقدر بزرگ و غیر قابل بخشش بوده که این حکم تاریخی علیه پرسپولیس صادر شده؟ 4 ماه محرومیت برای طارمی، محرومیت از 2 پنجره نقل و انتقالات برای پرسپولیس و 790,000 یورو جریمه. این محرومیت سنگین چرا باید گریبان پرسپولیس رو بگیره؟ مقصر کیه؟ طارمی که قراردادش با ریزسپور رو ول کرد و به پرسپولیس برگشت، یا پرسپولیس که بازیکنی رو جذب کرد که تحت قرارداد یک تیم دیگه بود؟ البته احتمال سومی هم هست، اینکه کلکسیونی از اشتباهات بزرگ پرسپولیس و طارمی این رسوایی رو به بار آورده. اول سراغ طارمی میریم. روزی رو به یاد بیارید که طارمی ناگهان به ترکیه سفر کرد و در بهت هواداران پرسپولیس عکس توافق او با ریزسپور منتشر شد. در عکس ها مشخص بود او پای قراردادی رسمی با باشگاه ریزسپور رو امضا کرده، اما چند روز بعد از اون امضا بازگشت عجیب طارمی اتفاق افتاد. تو پرسپولیس به جای اینکه بپرسن آقای گل تو ترکیه دقیقاً زیر چه برگه ای رو امضا کرده، براش تونل افتخار تشکیل دادن. او به تیم برگشته بود و همه خوشحال بودن، اما یه علامت سوال بزرگ هم وجود داشت. همه شگفت زده بودن که مهدی طارمی قرارداد 700,000 دلاری ترکا رو رها کرده بود تا بیاد با قرارداد 950 میلیون تومانی برای پرسپولیس بازی کنه. مهدی شب با من تماس گرفت که من میخوام برگردم. بعد پیامایی با هم رد و بدل کردیم. گفت که آقا بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، اصلا تا 6 ماه یا 1 سال محرومیت. باشگاه قرار شد که یه قرارداد فرسنتی اونجا امضا بکنه، مطمئن باشن که دیگه قصد موندن داره، بعد پاشه بیاد ایران. حالا این اتفاقات هم افتاد و مهدی اومد ایران و شد بازیکن پرسپولیس. بعد از اون دیگه اون رویه شکایت شروع شد از سوی ریزسپور، که این شکایت 2 فاز داشت. یکی فاز این که مهدی چرا فسخ کرده، فسخ یک طرفه ای که شما رو، آره، که متوجه مهدی طارمی بود، و فسخ و اون بحث باشگاه پرسپولیس که آیا اغوا کرده، وسوسه کرده یا نکرده. برداشت اتاق حل اختلاف فیفا این بوده که باشگاه پرسپولیس بر اساس مقررات، یعنی قانون میگه وقتی که یک بازیکنی قراردادش رو فسخ میکنه و به یک باشگاه جدیدی میره، در واقع این باشگاه جدید در تحریک بازیکن برای نقض غیر قانونی و غیر موجه قراردادش دخالت داشته و بازیکن رو تحریک کرده. محرومیت باشگاه پرسپولیس به این دلیل هستش. البته در پشت پرده ماجراهای دیگه‌ای هم وجود داشت. این بار هم ردپای هدایتی در داستان دیده میشد. بر اساس یک سند محرمانه، حسین هدایتی تو روزایی که مهدی میخواست از ترکیه به ایران برگرده، 1,250,000,000 تومان به طارمی کمک میکنه تا او قراردادش با ریزسپور رو فسخ کنه و به پرسپولیس برگرده. مبلغی که فقط برای پرداخت جریمه فسخ قرارداد با ترکا پرداخت شده بود و در اسناد مالی باشگاه پرسپولیس هم دیده میشه. این پول به طارمی تحویل داده شد تا او بتونه با فسخ قرارداد بی درد سر به ایران برگرده. اما رفتار طارمی بعد از دریافت پول خیلی خیلی عجیب بود. مهدی بدون تسویه حساب و فسخ قرارداد با ترکا به پرسپولیس برگشت. رفتار طارمی وقتی عجیب تر میشه که بدونیم او کل 1,250,000,000 تومان پول دریافتی از هدایتی رو حق خودش دونست و انگار از همون روزا هم خودش رو آماده کرده بود تا 1 سال محروم بشه. شاید جالب تر باشه که بدونید آقای گل وقتی به تهران رسید با پرسپولیس یک قرارداد 950 میلیون تومانی بست. قراردادی که 450 میلیون تومان هم آپشن داشت. ما بیشتر 1 تومن نمی‌دونیم ولی آپشن می‌دونیم. گفتیم باش آقا شما 1 تومن ببندیم، 1 تومن هم نبست، همه 900-950 بودن. بعد بیان آپشن بذاریم. آقا اگه قهرمان شدیم این تومن هر کی به حالا شرایطش. نفر 50-60%، 40% آپشن می‌خوان. با یه جمع و تفریق ساده میشه فهمید که سردمدار اعتصاب مالی پرسپولیس ها برای فصل گذشته باید 2,500,000,000 تومان میگرفته، ولی حتی 1 دلار هم برای فسخ قراردادش با ریزسپور پرداخت نکرده. با این اتفاقات قابل پیشبینی بود که بی اخلاقی طارمی در قرارداد همزمان با دو تیم و بی اعتنایی برای فسخ قرارداد با ریزسپور به این محرومیت ختم بشه.
اما طارمی فقط یکی از مقصران این رسواییه. شاید بهتر باشه نقش طاهری رو هم تو این بحران ببینیم. مدیری که تا حالا با فاصله زیادی موفق ترین مدیر پرسپولیس در حداقل یک دهه اخیر بوده، تو این قضیه یه اشتباه تاکتیکی کرده. او با یک قرارداد غیرقانونی بازیکن قانونی ریزاسپور رو به پرسپولیس برگردوند. طاهری از روز اول هم میدونست که طارمی با ریزاسپور قرارداد داره و حتی مرداد سال پیش هم گفته بود اگه اتفاق بدی بیفته خود طارمی مقصره. اما پرسپولیس به شکلی کاملا غیر ضروری تاریخ قرارداد با طارمی رو دستکاری کرد. یک سندسازی ناشیانه که به راحتی میشد فهمید ساختگیه. به روند این اتفاقات دقت کنید. طارمی 8 تیر ماه با ریزاسپور توافق کرد و چند هفته سخت رو تو استانبول گذروند. 25 تیر هم کودتای چند ساعته در استانبول اتفاق افتاد تا اینکه بالاخره طارمی 27 تیر ماه به سوی تهران پرواز کرد. مهدی 28 تیر ماه پای قرارداد با پرسپولیس رو امضا کرد، اما با یک تخلف بزرگ. اون قرارداد نه 28 تیر ماه که 31 خرداد ماه تاریخ خورده بود. شما به محض اینکه توافقتون رو مکتوب میکنید و امضا میکنید، این قرارداد روی برگه معمولی هم اگر نوشته بشه کاملا سندیت داره و قرارداد منعقد شده و شما به مفاد اون متعهد هستید. بنابراین کاملا این بحث قرارداد داخلی و قرارداد ثبت شده و نشده و اینا رو ما باید دیگه به فراموشی بسپاریم. چنانچه اعتراض بکنن به کس که در صدد اعتراض هستن، پرداخت این وجه متوقف میشه، ولی سایر اقدامات در نظر گرفته شده، یعنی محرومیت برای آقای طارمی و محرومیت برای باشگاه پرسپولیس، باید بلافاصله، یعنی از همین دیروز اجرا میشده که اجرا شده، مگر اینکه باشگاه پرسپولیس موفق بشه دستور موقتی بگیره که اجرای کل حکم رو متوقف کنه. چنانچه موفق نشن این دستور موقت رو بگیرن و اعتراض بکنن، فقط پرداخت جریمه مالی متوقف میشه، سایر محکومیت‌ها باید سریع اجرایی بشه. امیدی هست اصلا باشگاه پرسپولیس در دادگاه کس بتونه موفق بشه یا نه؟ ما آرزو میکنیم که بتونن موفق بشن. به عنوان یک ایرانی آرزو میکنیم که بتونن موفق بشن. بازم آرزو میکنیم که بتونن موفق بشن. دستکاری در تاریخ قرارداد به خاطر این بود که اگر ریزاسپور بخواد شکایت کنه، پرسپولیس مدعی بشه پیش از ترک‌ها با طارمی قرارداد داشته. تخلف این ناشیانه که بهتر بود به جای اون روند قانونی فسخ قرارداد طارمی تو ترکیه طی بشه. اما انگار تو فوتبال ایران همه به میانبر اعتقاد دارن. اشتباه بزرگی که فیفا بعد از شکایت ریزاسپور به راحتی متوجه شد و پرسپولیس رو هم کنار طارمی در لیست قانون شکنان قرار داد. تأسف‌بار اینجاست که اگر بدونیم پرسپولیس تاریخ قرارداد طارمی رو عوض نکرده بود، دیگه خبری از محرومیت باشگاه از دو پنجره آینده نقل و انتقالات نبود. اما مدیران باشگاه که کاملا درگیر پرونده‌های حقوقی قبلی بودن، باز هم تخلف کردند تا پرونده جدیدی علیه پرسپولیس باز بشه و حکم تازه‌ای به حکم‌های قبلی اضافه بشه. پرسپولیس تخلف کرده و تاریخ قرارداد رو جابجا کرده. آقای گل هم تخلف کرده و به جای اینکه اون کمک 1,250,000,000 تومانی رو برای فسخ با ریزاسپور پرداخت کنه، پول رو حق خودش دونسته. برای همین اصلا عجیب نیست که هر دو طرف بخوان وضعیت رو عادی نشون بدن. مهدی خیلی شوک وارد شد. نه نه بابا، خبر این الان میریم ایشالله الهلال رو میزنیم. هنوز تموم الهلال رو بزنیم بریم فینال ایشالله، چون من باشم چون نباشم فرق نداره. اونا میخوان اوضاع رو عادی نشون بدن تا کسی سراغ مقصر داستان رو نگیره، اما واقعیتش رو بخواین اوضاع اونقدر هم عادی نیست. تیم تا زمستون سال 97 اجازه خرید هیچ بازیکن جدیدی رو نداره و 3 میلیارد تومان جریمه هم باید به ریزاسپور پرداخت بشه، اونم در شرایطی که گفته شد بعد از پرداخت بدهی‌های جوزه حساب پرسپولیس خالی خالیه. آینده پرسپولیس داره تیره و تیره تر میشه. تو روزایی که همه نگران پرداخت جریمه 5 میلیارد تومانی جوزه بودن، حالا این جریمه هم به بدهی‌های تیم اضافه شده. خیلی سخته که تو این شرایط همه مثل طارمی اینقدر خونسرد باشن. یه اتفاقی که افتاده شاید یه حکمتی بوده ها مهدی؟ چجوری بگیم؟ خیلی حتی دیگه همینجوری که نمیشه.